توی این ویدیو درباره ماجرای فولاد مبارکه اصفهان و فساد 92 هزار میلیارد تومانی صحبت می‌کنیم و صحبت‌های علی اکبر رائفی پور رو هم درباره پشت پرده این قضیه و اینکه چی شدش مجلس به این قضیه ورود کرد صحبت می‌کنیم. تا پایان ویدیو همراه ما باشید. سلام به همراهان همیشه کانال زرد تیوی، به کانال خودتون خوش اومدید. خب چند روزی هستش که بحث فولاد مبارکه و فساد مالی سنگین مدیران این شرکت مطرح شده. فسادی که گفته میشه بیش از 93 هزار میلیارد تومنه، یعنی اون 3000 میلیارد تومانی که خاوری بانک ملی اختلاس کرده بود و زدش به چاک و رفت کانادا و باش کاخ و قصر و اینجور چیزا اونجا رو انداخت، این 93 هزار میلیارد تومان، یعنی 30 برابر، بیش از 30 برابر اون مبلغ. یکی از شرکت‌های دولتی معروفی که معلوم شدش فساد مالی سنگین داشته همین فولاد مبارکه بودش که تا الان یه چیزی هولوش 93 هزار میلیارد تومان برآورده فساد مالی که تو این شرکت اتفاق افتاده رو کردن. رئیس جمهور هم دستور بررسی موضوع و مجازات مجرمان رو کرده که اینطور که مشخصه پای خیلی از آدم‌های معروف سیاسی از این هم از جایی شروع شدش که مجلس به یه سری از شرکت‌های دولتی حساب کتاب‌های مالیشون رو شک کرده بود و تحقیق و تفحص کرد و همین وسط باز شده که حالا مشخص نیستش که این پرونده به سرانجام میرسه و اسم کسی فاش میشه یا نه، ولی خب این وسط علی اکبر رائفی پور دست به افشاگری درباره این قضیه فساد مالی فولاد مبارکه زده و گفته از مدت ها قبل من با خیلی از نمایندگان مجلس درباره این موضوع صحبت میکردم و خیلی جا هم توی خبرگزاری ها و رسانه هایی که داشتیم این خبر رو بازتاب دادم و اولین نفرهایی بودم که این خبر رو رسانه ای کردم. علی اکبر رائفی پور همینطور درباره ابعاد این فساد مالی و اینکه چه شرکت‌هایی درگیر این فساد مالی بودن هم صحبت‌های انجام داد و گفتش که این فساد فقط مختص به فولاد مبارکه نیست و بیش از 300 تا شرکت بزرگ دولتی ما داریم که اکثرشون هم همچین فسادهایی توش اتفاق می‌افته. حتی قبل از اینم نه دولت نه مجلس به این قضیه ورود نکرده بود و خیلی حساب کتابای این شرکت‌ها شفاف نبود. ولی خب چیزی که مشخصه فسادها و کسافتکاری‌های زیادی تو این شرکت‌ها اتفاق می‌افته که حالا یکیش رو شده و دولت و مجلس هم باید به این شرکت‌های دولتی رسیدگی خیلی دقیقی داشته باشن، هم به بانک‌های خصوصی که توی اونجاها هم خیلی کسافتکاری وجود داره و یه رسیدگی و حسابرسی مالی دقیق باید توی بانک‌های خصوصی هم اتفاق بیفته. بریم با هم بخش‌هایی از صحبت‌های علی اکبر رائفی پور و افشاگری که درباره فساد مالی فولاد مبارکه اتفاق افتاده بشنویم و ببینیم چی گفته. چند روزی خبر تحقیق تفحص مجلس از فولاد رو شنیدید. اون چی که از این شرکت فولاد در واقع فولاد مبارکه شنیدید تازه مشت نمونه خرواره. سالهاست مستحضرید ما نسبت بودجه شرکت‌های دولتی بسیار بسیار نگرانیم. بارها بنده صحبت کردم. مجموعه مؤسسه خیلی واکنش نشون دادیم، بخش اقتصادیمون، بخش حکمرانیمون غیر کامل داریم بهش می‌پردازیم. این باید از بیخ و ریشه حل بشه. خب و الا فقط همین یه دونه شرکت دولتی رو که ما نداریم، ما 378 تا شرکت دولتی داریم. بودجه 1401شون دقت کنین 2112 هزار میلیارد تومان. 2100 تاشم ول کنید اصلا فرض کنید. 2000 هزار میلیارد تومان برای 378 تا شرکت. خب که اصلا این توی مجلس اصلا مورد بررسی قرار نمیگیره. بودجه شرکت‌های دولتیه. اینا خرجشون با خودشونه، درآمدشون با خودشونه. و یک فضای بسیار عالی برای کسافتکاری فراهم شده. خب راست داره مرز. الحمدلله که این خدمت شما این گزارش تحقیق و تفحص مجلس چه بسا حالا باعث بشه انشالله آقایون به خودشون بدن و یه فکر اساسی بکنن. این یه رونده. کاملا توی حاشیه امنی هر کاری دوست دارن دارن انجام میدن. خب و کسی هم باشون کار نداره. یه نکته متاسفانه عجیبی وجود داره، اونم این که برخی از این تخلف‌های مالی که دارن صورت میدن بخشش رو در پوشش قانون دارن انجام میدن. ببینید شرکت‌ها مخصوصا شرکت‌هایی که خیلی آلایندگی دارن یه بخشی از بودجهشون صرف مسئولیت پذیری اجتماعی میشه. یعنی چی؟ میگه آقا تو مثلا این شرکتی هستی اینجا آلودگی داری درست می‌کنی، محیط زیست رو به هم زدی، یه سری کارگر غیر بومی رو برداشتی آوردی اینجا، فرهنگ جامعه رو خود تغییر دادی و قص الهازا. خب
خیلی فراوون اینجوری. شما باید یه بخشی از بودجه تو بگذاری برای چی؟ برای مسئولیت پذیری اجتماعی. حالا فرض بکنیم مثلا یه شرکتی که 60 هزار میلیارد تومان سودشه تو یک سال، 60 هزار میلیارد تومان، 1% بودجهش بخواد صرف مسئولیت پذیری اجتماعی بشه، چه عددی میشه؟ یک عدد بسیار بزرگ. برای چی؟ برای اینکه اینو بخوان هر کاری دلشون بخواد میکنن، میتونن تو انتخابات تاثیر بذارن، میتونن رسانه ها رو بخرن. یه اتفاقاتی که حالا بنده چون الحمدلله تو ماجرای تحقیق تفحص فولاد بالاخره دستی بر آتیش داشتم و در جریان بودم از همون ابتدا و اواسط، بالا برخی از نمایندگان لطف داشتن با بنده مثلا در میون میگذاشتن، ما هم تا جایی که میتونستیم کمک رسانه میکنم. شما اگر مؤسسه رجوع بفرمایید به رسانه هاش، میبینید که جز اولین کسایی بودیم که جلوی اینا ایستادیم، اطلاع رسانی کردیم. تو دولت قبل سنگ اندازی میشد، اجازه نمیدادن. الحمدلله تو این دولت این کار انجام شد، کار اتفاق خیلی بزرگی بود. این یک نمونه است، یه مشت از خربار. هر چه سریعتر مطالبه ما اینه که تمام شرکت‌های دولتی باید برن زیر حساب کشی، معلوم بشه اینا چه غلطی میکنن. آقا کسی که پاکه باکی از محاسبه نداره، خیلیش راحته، برن زیر شرکت‌های دولتی، برن زیر بررسی، زیر حسابداری، حسابرسی، ببینن برن چیکار میکنن. شما فرض بکنید این 2112 میلیارد تومان 10% فقط 10% بهره وریش بره بالا، یعنی 200 هزار میلیارد تومان. 200 هزار میلیارد تومان یعنی چی؟ برای اینکه با سنس پیدا بکنید، یعنی حقوق 5 سال 500 هزار تا سرباز که مای 7 میلیون حقوقشون بده، یعنی کل سربازی رو جمع کنید تو یک سال، اینا تو یک سال حقوق 5 سال اونا در میاد. ما درخواستمون از این مجلس انقلابی اینه که تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی هم در اسرع وقت انجام بشه. این مطالبه ماست، تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی، تحقیق و تفحص از همه شرکت‌های دولتی. خب یک بار برای همیشه این مسئله رو حل بکنید. شرکت‌های دولتی و بانک‌های خصوصی باید بیان زیر خیه. مگه اینا که والا خداش از همه حسابرسی میکنه، اینا کیان که اینجوری فکر میکنن؟ بله اینا زورشون میرسه، بله اینا پول دارن، بله اینا میتونن اینور و آدم بخرن، اما وقتی ما فشار بیاریم، ما مردم مطالبه بکنیم، مجبورن این کارو انجام بدن. شرکت‌های دولتی همه چیشون باید حسابرسی بشه مثل بقیه جای مملکت. یعنی چی اینا در امانن؟ این یعنی رسما آقا بیا فساد کن، بی داشته باشه. مجلس بیاد وسط، ما مردم هم پشتتونیم، محکم برید جلو، ببینیم این کارو دفاع می‌کنیم از شما یا نه. گفتن کارو خوب می‌کنید میگیم، بد می‌کنید شفافیت عقب میندازید میگیم، پدر کشتگی باهاتون نداریم، پسر خالتون هم نیستیم. خب دوستان، این بودش صحبت‌های علی اکبر رائفی پور درباره قضیه فساد فولاد مبارکه و اختلاس سنگینی که توی این شرکت اتفاق افتاده. حتما نظرتون رو برامون درباره صحبت‌های علی اکبر رائفی پور تو بخش کامنت‌ها بنویسید و بهمون بگید که به نظرتون چقدر از صحبت‌هاش درست بوده. یادتون هم نره از ما حمایت بکنید و این ویدیو رو لایک کنید و کانال رو هم سابسکرایب کنید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوهایی که الان روی صفحه میبینید رو تماشا کنید.